بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت یک شما دانش آموزان موفق. امیدوار هستم که همه شما در کنار خانواده هایتان در سلامتی، شادی و آرامی قرار داشته باشید. درس امروز خود آغاز میکنیم، باز هم مضمون دینی صنف چهارم و موضوع آفریننده جهان. روز قبلی خدمت شما دو فعالیت مهم را که شامل این درس میشد گفتیم. امروز میریم طرف شماره های بعدی درس که برداشت هست و نتیجه و فایده. شما هم متوجه باشین که درس را آغاز میکنیم. کلیدهای درس: خداوند، خالق، انسان، جهان و کامپیوتر. این کلیدهای درس شاگردای گرامی برای یادگیری درس اول که موضوعش آفریننده جهان هست بسیار مهم و اساسی هست. از شما تقاضا میکنم که این کلیدها را یا این شبکه را امی لحظه در ذهنتان، در مغزتان اسکن برداری کنید و ذخیره کنید. روزهای بعدی به معنی که از شما پرسیده شود آفریننده جهان یا درس اول شامل کدام موضوع بود، شما فوراً در ذهن خود مرور بکنید، توجه بکنید، فکر بکنید که آها، درس اول ما با 1, 2, 3, 4 و 5 کلید نوشته شده بود. درد شما راحت میگیره. از این طریق درس شما بسیار آسان و ساده یاد میگیرید. تشریح درس را آغاز میکنیم. کلید اول خداوند، کلید دوم خالق، کلید سوم انسان، کلید چهارم جهان و کلید پنجم کامپیوتر. آفریننده جهان دو واژه هست شاگردای عزیز. آفریننده جهان، یکی آفریننده، دیگر هم جهان. یکی آفریننده، دیگر هم جهان. آفریننده به چه معنا؟ آفریننده به معنای به وجود آورنده، به معنای خلق کننده و ایجاد کننده. جهان را که هم ما شما میدانیم، همه طبیعت، همه سیاره زمینی که ما در او زندگی میکنیم، همه سیارات دیگه، ماه، آفتاب، ستارگان، دریاها، کوها، دشتها و همه زیبایی هایشان، اینا شامل جهان میشه. خب پس از این در یک کلمه کوتاه این را میفهمیم که این جهان با این بزرگی، با این عظمت و زیبایی حتما یک خالق داره که اینا را آفریده. هیچ عقلی باور نمیکنه شاگردای عزیز که این مارکر از اینجا خودش حرکت بکنه به سمتی دیگر. خود به خود هیچ اتفاقی در این جهان طبیعت، در محیط ما، حول ما و شما اتفاق نمیفته، بلکه یک عامل، یک قدرت، یک قوه خارجی هست که اجسام را به حرکت میاره و نیستها را هست میکنه. پس این جهان هم با این همه زیبایی، با این همه شگفتی، با این همه عظمت، با این همه نعمت یک خالق داره که خالق این جهان که در این جهان انسان زندگی میکنه، نعمتهای خداوند هست، خداوند تبارک و تعالی هست. با یگانگی، با وحدانیت خداوند همه موجودات عالم را، با این جهان و همه نعمتهای این جهان را آفریده. خب حالا کلیدها چی پیام به ما شما دارد؟ این پیام را دارد که خداوند تبارک و تعالی، خوب دقت کنید شاگردای عزیز، خداوند تبارک و تعالی خالق و پیدا کننده انسان و جهان است. خداوند تبارک و تعالی خالق و پیدا کننده انسان و جهان است. اگر ما و شما بیاییم بحث کنیم روی جهان که در این جهان چی چیزها وجود داره، بسیار وقت زیادی رو میگیره. اگر بیاییم بحث کنیم روی انسان که انسان چی استعدادها و توانمندی هایی داره، بحث خیلی زیادی هست و وقت ما و شما رو بسیار زیاد میگیره. در روزهای بعدی، در سنفهای بعدی شما کم کم آشنا میشوید. در این سنف و در این درس شما فقط بفهمید که خداوند تبارک و تعالی خالق جهان و انسان هست و این جهان با این همه زیبایی ها، ستارگان، ماه، آفتاب، دریاها، کوهها، دشتها، جنگلات، فصلهای سال، نظم میشه ببینیم، طلوع کردن آفتاب، غروب کردن آفتاب، همه از اینا در یک نظم مشخص، مطابق با قانون مشخص، از طرف یک خالق آفریده شده و گردانندگی میشه. عقل ما و شما، فکر ما و شما، ذهن ما و شما، منطق ما و شما اینه به ما میگه که حتما این همه نظم، این همه زیبایی، این همه شگفتی و عظمت، این همه گستردگی، این همه نعمت از طرف یک خالق توانمند و قادر آفریده شده.
انسان را ببینیم، انسان در وجود خود استعدادهای بسیار خارق العاده و زیادی داره. شما دانش آموزان گرامی، تک تک شما دارای خلاقیت ها، مهارت ها و نوآوری های زیادی هستین. بر علاوه آن همه شما دارای استعدادهای گوناگونی هستید که اگر از آنها به صورت درست استفاده کنید، می توانید به اهدافتان، می توانید به خلاقیت و نوآوریتان دست پیدا کنید و برای کشورتان، برای والدینتان، برای اساتیدتان، برای جامعهتان باعث افتخار و خلاقیت آفرینی شوید، باعث نوآوری شوید، به شرطی که از استعداد خود خوب استفاده کنید. خب پس از این بحث نتیجه می گیرید که خداوند با قدرت و توانایی خود هم انسانها را با این توانایی خلق کرده و هم جهان را با این همه شگفتی و عظمت آفریده. اما کلید بعدی و کلید پنجم کامپیوتر که با رنگ سیاه نوشته شده، از این شما چی میفهمید؟ چرا با رنگ سیاه نوشته شده؟ پیش خود فکر کنیم چرا با رنگ سیاه نوشته شده؟ به خاطر که کامپیوتر توسط مخلوق خداوند ساخته شده، کامپیوتر توسط انسان ساخته شده. گفتیم انسان استعداد بسیار زیاد داره، توانمندی های بسیار زیاد داره. این کامپیوتر توسط انسان ساخته شده، اما در مقایسه با انسان بسیار مهارت های کمی داره، بسیار کاربردی های کمی داره. کامپیوتر توسط فرمان انسان کار میکنه، عقل نداره، خودش نمیتونه کار بکنه، هر آن چیزی که ما به او دستور بدهیم کار میکنه، احساس نداره، عاطفه نداره. اما انسان استقلالیت داره، میتونه توسط عقل خود در زندگی تصمیم بگیره و خودش تمام کارهای خود را انجام بده. عقل داره، عاطفه داره، احساس داره، خلاقیت داره، مهارت داره، قوه باصره داره، قوه سامعه داره، قوه شامه داره، همه استعدادها و مهارت ها را داره. پس از این نتیجه میگیریم که خلق خداوند یا اینه که موجودات را که خداوند آفریده، نعمت های را خداوند در اختیار ما و شما قرار داده، به این نتیجه میرسیم یا این پیام را به ما و شما داره که خداوند تبارک و تعالی از قدرت و توانمندی بی نهایت برخوردار هست و مخلوق او خداوند تبارک و تعالی که انسان هست هم از توانمندی های بسیار خارق العاده و بالای برخوردار هست، به شرطی که از اینا خوب استفاده بکنه. این برداشت شد یا تشریح درس. خب فعالیتی که مربوط شما میشه، برداشت. روز بعدی در کانال تلگرام ما از شما دو فعالیت را خواستار هستیم. اول برداشت خود را در یک صفحه بنویسید. چی فهمیدی از این درس؟ امر در یک صفحه بنویس با خط زیبا و خوانا. در قدم دوم نتیجه و فایده درس را در نیم صفحه بنویس. از این درسی که شما خواندین ما برای شما تشریح کردیم چی فایده نصیب شما شد و در زندگی شما چی میخوره، چی فایده داره برای شما؟ وقتی فهمیدین خداوند آفریننده جهان هست به شما چی رسید، چی فایده کردین، چی به دست آوردین؟ از ذهنتان، از تفکرتان خلاقیت نموده و نتیجه و فایده درس هم در نیم صفحه بنویسید. امیدوار هستم که همه شما موفق سلامت باشین. خدایا رو مددگارتان.